اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. تار و پودم را تو معنا داده ای، جان و دل را شوق فردا داده ای. یک جهان از نام تو آغاز شد، نام تو با جاودان همساز شد. کوه البرز تو عرش کبریاست، خاک پاکت معنی بی انتهاست. در خلیج فارس خورشیدی روان، کین نه دریا بل جهانی بیکران. دل به دریای شمالت شستم، در هوای مازنت دل خستم. آه تبریزم چرا دور از منی، از چه رو دور از روان و از تنی. بانگ کردستانیم در گوش بود، تا سحر در پاوه نوشا نوش بود. خرم آبادم فلک افلاک بود، سرزمین مردم بیباک بود. خواب خوزستانیم تعبیر شد، شیخ فاسق در کفش زنجیر شد. میروم تا اصفهان و یزد پرسان شما، باغ قصر و دشت سامان شما. در بلوچستان به آواز و سرود، با درود و با درود و با درود. در خراسان زامن آهو شدم، من رها شد تا که من با او شدم. بازگردم تا به تهران ره زنم، پر شود از یاس و شبنم دامن. علیرضا نوریزاده، جمعه 28 ماه ژانویه، 8 بهمن ماه، به شما سلام. امروز دو مهمان عزیز دارم که هر دوشون از اعضا، قدیمی ها، دلبستگان به جبهه‌ای بودند که روزگاری پرچم آزادی و استقلال و حاکمیت ملی رو برافراشت و در بسترش بزرگاری رو پرورش داد، مثل دکتر صدیقی، الهیار صالح، مثل دکتر شاپور بختیار. و امروز متاسفانه من چند دستگی رو میبینم. من با یک مسئولش صحبت میکنم، فردا برای من ایمیل میاد که نخیر آقا ایشون هیچ کار هست. اون یکی نیست. این آزرده کرده منو. اینه که دوتن، یکی مهندس هوشنگ کردستانی، عضو شورای پنجم که در ایران بود و آخرین شورای منتخب در ایران در حول و حوش انقلاب، و یکی هم عیساخان حاتمی، از فعالانی که به نظرم در این جبهه ملی ششم مسائلی بوده که آنطور فعالان نیست، ولی خودش به شدت در همون زمینه و زیر همون ایده و اندیشه فعالیت میکنه. به هر دوی شما درود میفرستم. درود بر شما و درود بر بینندگان برنامه. عیساخان عزیز، درود بر شما جناب نوریزاده گرامی و جناب آقای هوشنگ کردستانی، و از اینکه این فرصت رو به من دادین بی نهایت سپاسگزارم. من اینجا میخوام حداقل رعایت سن رو بکنم و از مهندس کردستانی عزیز سوال کنم.
شما این اختلافات و این جداجویی یا جداسری رو دلیلش رو چه میدونید؟ آیا توطئه‌های رژیم، آیا فرستادن عوامل رژیم به داخل اینجاست؟ چه هست که من و شما الان دیر سالی داریم با هم صحبت میکنیم بر سر اینکه یه مجموعه واحدی درست بشه در داخل و خارج کشور که اون آرمان‌ها رو بهش اعتقاد داشته باشن؟ نظر شما چیه؟ از دید من عوامل متعددی در این اون چه امروز پیش اومده، این پراکندگی رو ایجاد کرده، وجود داشته و طبیعتاً نمیشه یک حادثه مثل یک رویدادی مثل جبهه ملی رو که نقش بزرگی در مبارزات آزادی خواهان ایران داشته و به گفته شما پرچمدار آزادی خواهی و حاکمیت ملی بوده، وقتی به این حالت در میاد عوامل متعددی میتونه درش دخالت داشته باشه. یکیش همون نفوذ بیگانه یا عوامل اطلاعاتی در درون این دست باشه. ولی اون چه میتونه خونسا کنه این دخالت ها رو، این نفوذ ها رو، این تحریک ها رو، اینه چه جبهه ملی به مفهوم واقعی شکل بگیره. جبهه ملی زمان مصدق، موقعی که تشکیل شد در منزل دکتر مصدق، از اون 20 تنی که در دربار متحسن شده بودند، دکتر مصدق بود، مظفر بقایی، حسین مکی و همینطور دکتر سنجابی تا آخر. اون موقع تصمیم گرفت که ما تلاش میکنیم برای حاکمیت ملی و برقراری قانون اساسی مشروطیت. بنابراین قبل از هر چیز آرمانش استقرار حاکمیت ملی بود و مبارزه را از اینجا شروع کرد و سرانجام تونست با حمایت مردم در انتخابات تعدادی از نمایندگان جبهه ملی رو به مجلس بفرسته و اونجا وقتی در مجلس رسیدن و بلندگو پیدا کرد جبهه ملی، از اون بلندگو برای رسیدن به استقلال که در اون زمان قطع نفوذ استعمار انگلیس در قرارداد نفت ایران و انگلیس بود، شروع کردن به مرحله دوم آرمان جبهه ملی که استقلال بود و استقلال رو با ملی کردن صنعت نفت به وجود آوردن. درسته که مسلماً هنگامی که درآمد نفت در اختیار دولت ملی قرار می‌گیره، برنامه‌های بسیاری رو می‌شد اجرا کرد در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه فرهنگی، در زمینه دانشگاهی، ایجاد کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ، شبکه راهن، ولی در اصل ملی شدن صنعت نفت برای رسیدن به اصل استقلال. بنابراین من گفتیم که من عضو آخرین جبهه ملی پنجم اسلام میکنم، چهارم منظورتون بود، برای که بعد از فتوایی که داده شد که ملی ها مرتد هستند و من به پیشنهاد دکتر سنجابی و دکتر پارسا ناچار به ترک سرزمینی که عاشقش هستم شدم، به پاریس که رسیدم جبهه ملی رو ادامه دادم و به نام جبهه ملی پنجم، تا اینکه سالها بعد پیامی رسید از توسط دوستان عزیزم علی اردلان و پرویز ورجاوند که ما در ایران یه شرایطی به وجود اومده که میتونیم جبهه ملی رو بعد از اون فتوا فعال کنیم، بنابراین تو به نام جبهه ملی دیگه فعالیت نکن و ما در ایران جبهه ملی پنجم رو تشکیل میدیم و این کارم کردم. متاسفانه ببخشید همین مسئله رو من از عیساخان حاتمی هم بپرسم و باز برمیگردم خدمت شما برای ادامه این بحث. شما نظرتون چیه عیساخان؟ آقای کوشن کردستانی موضوع رو قشنگ توجیه کردن. جبهه ملی دهه 60 و قبل از دهه 60، جبهه ملی چهارم، جبهه ملی که در دوران انقلاب بود و جبهه ملی که بختیار اخراج کرد
جبهه ملی که مرتد شد در خرداد 1360 و بعد از اون خیلی از سران جبهه ملی و حتی اعضای عادی جبهه ملی هم فرار کردن. خب من به خاطر سن و سالی که داشتم در اون موقع در جبهه ملی نبودم و پدر من که جبهه ملی بود بیشتر از آقای بختیار حمایت میکرد و چون با بختیار دوستی شخصی داشت و در این موضوع و حتی نظرش این بود که بختیار آخرین سنگر جبهه ملی است. من با این ذهنیت وارد جریانات ملی شدم، با مرحوم علی خان اردلان، با مرحوم آقای ادیب برومن، با آقای دکتر صدیقی و اینها در تهران در مراوده بودم در دهه 60. خب فضا نبود، فضا بسته بود. مرحوم علی خان میخواست کاری انجام بده، دکتر صدیقی و آقای ادیب برومن به دلیل اینکه هر دو به نوعی به بختیار علاقه داشتند کمتر وارد صحنه میشدن، چون مرحوم علی خان اردلان هیئت حسنیت رو تشکیل داد. این روند ادامه پیدا کرد در دهه 60 که فضایی نبود. بعد در دهه 70 آقای ادیب برومن واقعا در این مورد زحمت کشید و در خانه آقای ادیب شد مرکز جبهه ملی و این فعالیت ها ادامه داشت تا در پولونومی در سال 1382 برگزار شد و در این پولونوم 36 نفر به شورای مرکزی جبهه ملی انتخاب شدن که یکی از این افراد خود من بودم. یعنی من منتخب پولونوم 1382 هستم. یعنی این شورای پنجمه، ببخشید، این شورای پنجمه از نگاه شما؟ این شورای پنجمه جبهه ملی پنجمه بله که در پولونومش در سال 82 برگزار شده و آقای ادیب برومند به نوعی هم رئیس شورای مرکزی و هم رئیس هیئت رهبری جبهه ملی هستند. تا زمانی که آقای ادیب برومند حضور داشت این جبهه ملی رو به نوعی مدیریت کرد. اگر اختلافاتی هم بود این سرپوش در این اختلافات گذاشت. ما در سال 86 تصمیم بر این شد که پلنوم بعدی جبهه ملی برگزار بشه و در این مورد از شاخه‌های جبهه ملی منتخبین انتخاب شدند، ولی این فضا رو هیچ وقت به ما ندادند که ما بتونیم پلنوم جبهه ملی رو برگزار کنیم. یعنی ما از سال 86 به بعد در این که پلنومی برگزار کنیم هیچ وقت فرصت داده نشد. در سال 95 اسفند 95 هم آقای ادیب برومند فوت کرد. فوت آقای ادیب برومند تا حدی جبهه ملی پنجم با مشکل شدید، یعنی جبهه ملی در داخل کشور با مشکل شدیدی روبرو کرد و جبهه ملی اون وحدت و نظری که در دوران آقای ادیب برومند داشت بعد از ایشون این وحدت و نظر رو از دست داد. و جبهه ملی ششم بر پای به خاطر همین مسائل تشکیل شد در یه عده اومدن. کاملا درسته. بعد از اینکه آقای ادیب فوت کرد در سال 95 جبهه ملی اون وحدت و اون مدیریت یک پارچش از بین رفت و خب در جبهه ملی یک نوع اختلاف نظر به وجود اومد. یک طرف قضیه آقای موسویان بود، یک طرف قضیه آقای زعیم بود. خب هر دوشون حرفهایی میزدن، این میزد اون میزد. آقای زعیم خواهان این بود که جبهه ملی وارد صحنه سیاسی بشه. خیلی از دوستان ما هم نمیخواستن جبهه ملی هزینه بده، روی این دلیل با کار که با رژیم درگیر بشن زیاد موافق نبودن و در این رابطه آقای زعیم جبهه ملی ششم آقای زعیم تشکیل داد. من اینی هم باید خدمت شما عرض کنم، ما در زمانی که دنبال پولونوم بودیم یک بار آقای دکتر رشیدی در سال 90 فکر کنم 90 بود بله گفت که خانه من آمادگی اینو داره که پولونوم جبهه ملی در خانه من برگزار بشه. بعد از این هم برای آقای دکتر رشیدی پرونده ساختن و ایشون رو زندان بردن و این پولونوم هم برگزار نشد. یعنی بعد از ماه 1382 آبان 82 تا الان هیچ پولونوم یا جبهه ملی برگزار نشده و عموماً با توجه من میزم متوقف کنم ببخشید ایسا متوقف کنم برم
نزد مهندس کردستان. شما بعد وقتی اومدید بیرون به اتفاق آقای عرفزاده و حمید عزیز که یاد و روان شاد، اومدید و یه تشکیلاتی درست کردید در پیوند با نهضت مقاومت ملی. آقای عرفزاده البته خیلی زود برگشتن و مشغول کسب و کار شدن. حمید عزیزم که رفت، شما ماندید. امروز آقای مهندس از یاران شما که در اون شورای چهارم بودید و در فعالیت‌هایی که مشترکاً با هم داشتید، که باقی مونده در خارج کشور؟ متشکرم از پرسشی که مطرح کردید، ولی اجازه بدیم که من بگم پرسش اولی شما رو پاسخ من کامل نبود. بله. من داشتم میگفتم که در ایران وقتی که پیغام دادن که ما وضعیتی برامون ایجاد شده، زمان رفسنجانی بود، ممکنه بتونیم فعالیت بکنیم. بنابراین موضع‌گیری‌های تند تو که دنباله موضع‌گیری‌های جبهه ملی در قرطابه 25 خرداد 60 بودن، برای ما دشواری‌ها ایجاد میکنه. بنابراین تو به نام جبهه ملی پنجم فعالیت نکن. ولی اونجا این مسئله پیش اومد، از دید من با من در میان نذاشتن، ولی طبیعی بود که جمهوری اسلامی با شرط و شروطی اجازه فعالیت میداد. این شرط و شروط جبهه ملی رو از محتوای خودش خارج میکرد، یعنی جبهه ملی نمیتونست در ایران تشکیل بشه و پیرو به قطعنامه 25 خرداد بشه که نظام جمهوری اسلامی به دلیل جنایاتی که کرده مورد قبول ملت نیست، فاقد پایگاه مردمی و حقانیت قانونی است و نظام آینده رو مردم با رأی خود انتخاب می‌کنند. جبهه ملی پنجم در ایران نمیتونست همچین شعاری رو بده، یعنی هم جمهوری اسلامی رو رد بکنه و هم نظام آینده رو به رأی مردم محول کنه. و این اشکالات باعث شد که جبهه ملی از حالت جبهه‌ایش که زمان مصدق داشت و زمان جبهه ملی دوم که ما دانشجو بودیم و حادثه اول بهمن سال 40 پیش اومد که هفته پیش بود سالگردش، از محتوای جبهه ملی خارج شد و یه مقدار رنگ حزب خودش گرفت. وقتی که یه جریان جبهه‌ای شکل میگیره، همه مردم میتونن در این سهام بشن، یعنی جبهه ملی متعلق به همه مردم ایران میشه. ولی وقتی به صورت حزب در اومد، طبیعیه که حزب نمیتونه در برگیرنده اکثریت مردم بشه و انشعاب هم توش بشه همونطور که تاره شد. اما در مورد این که در خارج ما دوستانی داشتیم، آقای قاسم لباسچی زودتر از من از ایران خارج شد که در جبهه ملی امروز می‌نویسن که بعد از 25 مرداد اشتباه است. آقای ذوالنور قبل از من خارج شد و قبل از من دکتر احمد مدنی خارج شد، سرانجام خود من اومدم. خب در خارج دکتر مدنی بود، ذوالنور بود که ضمن این که همکاری میکرد، با هم همکاری داشتیم، ولی عملا در نهضت مقاومت دکتر بختیار بود. آقای دکتر مدنی هم در آمریکا جبهه ملی خارج از کشور رو تشکیل داد. بعدا حسن لباسچی هم اومد که خب اینا هم فوت شدند. با توجه به اینکه 40 سال از سال 60 تا حالا گذشته، طبیعیه که بسیاری از دوستانمون ما از دست دادیم. اون چه من پیشنهاد میکنم اینه که در داخل جبهه به مفهوم واقعی تشکیل بشه. اگر ما بریم جبهه ملی خواهان استقرار حاکمیت ملی است، طبیعتا بخش بزرگ از جامعه رو در بر میگیره. مردم امروز عاشق اینن که استقرار حاکمیت ملی در ایران برقرار بشه و طبیعتاً استبداد برکنار میشه. این پرچمیه که جبهه ملی بعد در داخل باید به عهده بگیره. و برمیگردیم به این که به دلایلی فعلا متوجه میشیم که نمیتونه، به همین دلیل مردم در ایران سردرگمن، ناامیدن. ما باید برای این مردم یه امید ایجاد کنیم که تمام سختی‌ها رو به خاطر رسیدن به اون امید تحمل کنن. ببخشید آقای، البته آقای مهندس کردستانی، چون آقای دکتر عبدالکریم انواری هم هستن، گفتم اسمشو بگم، البته ایشون فعالیتی نمی کنن.
پوزش میخوام. بله ایشون هم قبلا از حرکت کردن به چیز و دبیر جبهه ملی اداره شورای مرکزی جبهه ملی بودن که بعد از رفتن ایشون با وجود که من دبیر جبهه ملی در گیلان بودم و مسئول سازماندهی جبهه ملی، منو با رأی اکثریت به جای ایشون دبیر اداره شورای مرکزی تعیین کردن که دبیر اداره شورا با دبیر جبهه ملی که دکتر سنجابی بود فرق داره. بله. حالا عیسی خان، حرفای مهندس شنیدید، درد و دلهای شما رو هم شنیدید. الان بگید راه چاره چیست؟ ببینید ما یه نام تاریخی داریم. این نام در ذهنیت نسل قبل از من یک تلالو داشته، در نسل من یه تجلی داره و نسل جدید اینها فقط به عنوان یک تاریخ بهش نگاه میکنن. یعنی خیلی از این جوونا وقتی باشون صحبت میکنیم نمیشناسن جبهه ملی رو. چرا؟ چون به اعتقاد من هنوز رژیم جمهوری اسلامی معتقده که خطرناکترین جنبشی که میتونه ریشش رو بزنه یک جنبش ملی است مثل جبهه ملی. یعنی یک جنبشی که حاکمیت ملی رو قبول داشته باشه، سکولار باشه، برای همه ایرانیان یک اعتبار و ارزش قائل باشه و با دشمنی با اقوام ایرانی نداشته باشه، پرهیز کنه، همه اقوام رو مشارکت بکنه. خب این در جبهه ملی هست و به اعتقاد من این دیگه کوتاهیه. نمیشه آدم بپذیره که یاران جبهه ملی به این مسئولیت خطیر توجه نداشته باشه. چه باید کرد عیسی خان حاتمی عزیز؟ باید به حکومت جمهوری اسلامی که تمام احرام‌های استبداد رو در اختیار داره متوجه کنیم. ما در ایران بعد از انقلاب مشروطه تا امروز سه دوران استبداد داشتیم. استبداد اول 15 سال طول کشیده، دوران رضا شاه بوده که با هجوم خارجی از بین رفته. استبداد دوم بعد از کودتای 28 مرداد شکل گرفته تا سال 57 شکل گرفته. استبداد سوم ما من معتقدم سال 58 شروع شده و این استبداد یک استبداد دینیه، تمام فضاها رو بسته و 40 سال هم این استبداد ادامه پیدا کرده. یعنی امروز ما از نسل پیشین که در جبهه ملی بودن کم افراد هستن. بزرگان جبهه ملی اکثرا دیگه در بیان ما نیستن. خب یک حکومت استبداد دینی ما بایش دست و پنجه نرم میکنیم. آیا این استبداد دینی که حکومت ولایت مطلقه فقیه هست و من جبهه ملی اساسا با واژه جمهوری اسلامی مشکل دارم. من معتقدم باید جمهوری باشه. جمهوری یعنی حکومت مردم. جبهه ملی یا سکولار یا لاییکه. جبهه ملی یک حکومت دینی رو نمیتونه قبول کنه. بله. چون این با اون اصول جبهه ملی در تعارضه. آیا شما توقع دارین حکومتی که خب زنداناش پره، ما هممون پیشینه زندان داریم، پیشینه برخورد داریم، با ما اجازه میدن که جبهه ملی تشکیل بشه؟ من خدمت شما گفتم بعد از آبان 1382 به بعد ما در سال 86 و اینها تصمیم گرفتیم پلنومی برگزار کنیم. اجازه پلنومی هیچ وقت به ما ندادن. آقای دکتر رشیدی که در خونه خودش میخواست این پلنومی براش برگزار کنه، براش پرونده سازی کردن، به یک بهانه دیگر ایشون زندان بردن. و الان هم ما میبینیم بعضی از دوستان ما میخوان در جبهه ملی کارهای انجام بدن، همین خواست شما رو اجرایش کنند، ولی این فضا نیست. حکومت در این مورد حساسیت داره، این اجازه رو نمیتونه بده. آقای کردستانی قشنگ اشاره کرد. خب ما امروز عوامل اختلاف جبهه ملی امکان داره زمینه داخلی هم داشته باشه، ولی نیروهای حکومت جمهوری اسلامی و امنیتی بیکار نیستند.
اینها توانا هستند، اینها ابزار دارند، اینها از ابزاری که دستشون هست استفاده میکنند. من متاسفانه باید خدمت شما عرض کنم مشکل جبهه ملی در اساس اینه ما یک نظام دموکراسی که نداریم، یک نظام ولایت فقیه بر ما حاکمه. دوست من به همین دلیل ببخشید، دوست من به همین دلیل یک جبهه مبارزی که میخواد دموکراسی رو برقرار بکنه نمیشینه همینطوری منتظر تا یه شرایطی بیاد. شما نگاه کنید در سال 40 دکتر امینی که اومد، این امکان برای جبهه ملی وجود داشت. من بچه بودم توی میتینگ جلالی هم دستم به دست پدرم ماشین فروهرم هول دادیم. اون تو از اون لحظه من یادم هست یک عده در جبهه ملی معتقد بودن برن تو کابینه امینی شرکت کنن، یه عده گفتن نه. کسانی مثل دکتر صدیقی موافق بودن که آقا ذره ذره بریم. علم پیشنهاد کرد به الله‌یار خان که آقا شما بیاید سرپرست ولیعهد بشو. شما تصور بکن اگر نگاه مثبت در اون زمان به قضیه شده بود، جبهه ملی 15 سال 16 سال عقب زده نمیشد. الان منظورم اینه شرایط استبدادیه، دشمن مسلطه، همه اینا، ولی باید دست روی دست گذاشت منتظر شد تا روزی شرایط فراهم بشه. نمیشه اینجوری. مردم بچه ها دارن کشته میشن تو خیابون، تظاهرات معلم. مثلا چرا جبهه ملی نمیره با معلم ها توی تظاهراتشون حضور داشته باشه؟ چرا با کارگرا همدلی و همبستگی نمی کنه؟ ببینید واقعا مردم انتظار دارن، دارن همه از جان مایه میگذارن و من امیدوارم که دم گرم شما در سینه سرد بعضی ها تأثیر بگذاره و به خود آیند که زمان زمانه مماشات و تعلل نیست. اجازه بدید ما یه درنگ کوتاه باید بکنیم، برگردیم در خدمتتون و بحثمون رو ادامه. با ما باشید. به همایون جان شجریان و کیوان ساکت. ترانه بود برای توانبخشی همدم، دختران وطنمون که شاید نمیدونم نقصی باشه که گاهی اوقات این نقص با ویژگی ها و داشته های دیگری که دارن به چشم نمی آید. بله. خب دوستان من برگردیم به سر بحثمون. من سوالی رو ترک کردم برای عیسی خان حاتمی. اول از شما میپرسم و بعد آقای مهندس. آقای کردستانی خیلی ظریف مسئله مطرح کرد که تو ذهن منم هست. جبهه ملی که من خودم حضور شوراش بودم در سال 1387 ما گروهی به این نتیجه رسیده بودیم که کاراش ملایمه و کارهایی که مردم یعنی در سطح نام جبهه ملی نیست. ما آمدیم همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر رو تشکیل دادیم و اینو هم من باید خدمت شما عرض کنم. همین همبستگی هم در خونه جناب و استاد ادیب برومند تشکیل شد. روز بعدی ریختن خونه آقای ادیب برومند. آقای ادیب برومند رفت خانهش، تحت فشار قرار دادن با توجه به سن و سالشون، ایشون استعفا داد و ما هم همبستگی استعفای آقای ادیب رو قبول نکرد. ما گروهی آمدیم با حفظ عضویت در جبهه ملی با همبستگی همکاری کردیم. یعنی همبستگی شد سازمانی که احزاب در درونش شرکت دارند و تقریبا 37 سازمان سیاسی در درون همبستگی شکل گرفت و بعد هم در سال 88 رژیم با همبستگی برخورد کرد. نزدیک 40 نفر از اعضای همبستگی به زندان‌های طویلی از 20 سال بیشتر به زندان براشون اومد و مخصوصا نیروهای جوان و باعث شد که همبستگی در اون مقطع سرکوب شدید بشه و این اجازه رو به همبستگی ندادن، به جبهه ملی هم اجازه تشکیل پلونوم ندادن. خب گروهی از اعضای جبهه ملی با حرکت‌های میدانی زیاد موافق نیستند. من خودم الان خدمت شما عرض کنم ما در تمام جریانات هستیم
ما در فراخوان‌ها هستیم، ما فراخوان‌ها رو، بعضی از فراخوان‌ها رو مدیریت می‌کنیم، در کنار کارگرها هستیم، در کنار کشاورزها هستیم، در کنار، یعنی در کنار معلم‌ها هستیم و در این مورد داریم کار می‌کنیم. من الان خدمت شما عرض کنم، ولی خب اسم جبهه ملی با توجه به این شرایط ما نمیتونیم در بعضی از مواقع از این اسم که از نظر ما اسم بزرگی هم هست استفاده کنیم. ما برای دوستان خودمون در جبهه ملی داخل، چه در جبهه ملی پنجم، چه در جبهه ملی ششم، حرمت و احترام قائل هستیم و نمیخوایم با اینها درگیر بشیم. ما سعی میکنیم فعالیت های تند و از جبهه ملی ببریم به همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر، چون ما در فراخوان ها نقش داریم. الان هم باید خدمت شما عرض کنم، خب جبهه ملی اسم بزرگی هست، اسم با سابقه تاریخی است. آقای کردستانی سابقه تاریخیش هم گفت و حتی گفت در سال 1370 که شرایط وجود اومده با صحبت هایی که داشتن اجازه فعالیت بهش دادند و این حرف ظریف آقای کردستانی رو باید در ذهنمون داشته باشیم. خب وقتی با این چنین شرایطی هست، ما هم میبینیم جبهه ملی ششم که آقای زعیم تشکیل دادند و من برای هر دو گروه حرمت قائل هستم، با مشکلات روبرو شده. گروه آقای زعیم رو در جبهه ملی ششم هم آماج حمله خودشون قرار دادن. من با جبهه ملی ششم آقای زعیم همکاری نداشتم، ولی برای شخص آقای زعیم هم با ما همکاری میکنه. من باید این خدمت شما عرض کنم، آقای زعیم در همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر نقش داره، ایشون میخواد کار کنه، در کنار کارگرها هست، در کنار معلمین هست، در کنار کشاورزا هست. امروز یکی از دوستان ما آقای کیوان صمیمی که با مشکل شدیدی هم روبرو شده، خب ما از ایشون هم حمایت میکنیم. ایشون الان جاش مشخص نیست، از دوستان همبستگی ما هست، خب شخصیت مبارز، شخصیت ثابت قدم. و ما الان ببینید، ما باید کار کنیم، ما دنبال اسم نیستیم، ما دنبال کار هستیم. با همه افرادی هم که کار میکنن در سنگر اونها هستیم. جبهه ملی باید فضای آماده بشه، این فضا آماده نیست. شما استبداد دینی جمهوری اسلامی رو با فضای دوران شاه مقایسش نکنین. ما در زمان شاه درست، من همجه این نکته رو بگم، در زمان انقلاب تو مثلا بعد از تابستان 57 بعضی از اعضای جبهه ملی نهضت آزادی، گروه های سوسیالیست ها و غیره، وقتی نمیتونستن زیر سقف مثلا جبهه ملی حضور پیدا کنن، دست به همین کارا زدن. انجمن دفاع از حقوق بشر، من یادم پشت حسینی ارشاد تشکیل شد و سر ریاستش بین آقای سنجابی و مهندس بازرگان اختلاف شدید به وجود اومد و یا تشکل‌های مثل، هیچ اشکال نداره. اعضای جبهه ملی در درون یه تشکیلاتی که حالا اسمش هنوز ایجاد حساسیت نمی‌کنه فعالیت کنه، ولی در نهایت جبهه ملی باید جای خودش رو پیدا کنه، یعنی حضورش در جمع حس بشه. از جای کردستانی بپرسم، آقای مهندس، شما که در خارج ایران هستید، این فشارها و مشکلات و بگیر و ببندها هم ندارید، چرا شما یه قدم پیش نمیگذارید به عنوان خردمندان و به عنوان مجلس سنای جبهه ملی، حالا هر چه اسمشو بذارید، بیاید و یک پیام وحدتی رو بیان کنید و ببینیم واقعا در داخل چه کسانی این پیام وحدت رو گوش میدن؟ چون فایده نداره فردا که مملکت رفت یا فردا که یه آجان سپاه کودتا کرد، وقت جبهه ملی چیکار میخواد بکنه؟ از شما میپرسم، چرا شماها یه اقدام جدی در این زمینه نمیکنید؟ سپاس از پرسشتون. اینم قبل از اینکه پاسخ بدم بگم که اگر در ایران آزادی اندیشه، آزادی احزاب، آزادی نشتی ها بود که طبیعتا نیازی به تشکیل جبهه ملی نبود. همیشه جبهه ملی ها در شرایطی که امکانات نیست به وجود میاد. فرض بکنید نهضت مقاومت فرانسه زمانی بود که فرانسه اشغال بود، کنگره هند موقعی بود که هند
مستمره بود. جبهه آزادی بخش الجزایر موقعی بود که کشوری به نام الجزایر وجود نداشت. طبیعتاً جبهه ملی برای رسیدن به اون چه وجود نداره تشکیل شد. و بعدم این متاسفانه این مطلب در ذهن بسیاری از هموطنهای ما چه مبارز چه عادی هست که جمهوری اسلامی قویه، یک عده عوامل سرکوبگر داره و مسلح. من اینو رد میکنم. ببینین موقعی که همه پرسی کردن برای جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش، 2% مخالف بودن. این 2% مخالف به 1,000,000 نمیرسیدن که آقای دکتر آقای مهندس بازرگان هر وقت به عنوان اعتراض صحبتی میشد میگو به اندازه 2% تو صحبت. امروز بیش از 80% مردم، اگر جمعیت ایران رو 80 خورده‌ای بگیریم و در خارج هم 7-8 میلیون، بیش از 80 میلیون جمعیت مخالف جمهوری اسلامی شدن. یعنی اگر جمهوری اسلامی سرکوبگر داره و اسلحه داره، ما میلیون ها انسان داریم پای سر. به هیچ وجه نباید بترسیم از اسلحه و افراد سرکوبگر. و اینو مردم در ایران متوجه شدن و شعار میدن نترسید نترسید، چون همه با هم هستیم، یعنی میلیون ها نفر با همیم. ولی در مورد خارج تلاش هایی شده و من امیدوارم به زودی اون چه در داخل جبهه ملی نمیتونه عنوان کنه در خارج عنوان کنه. ما به نام ایران زیر پرچم سرنگ و شیر خورشید نشان ایران جمع میشیم، همونی که خمینی رد میکرد و میگفت ملی ها مرتدن. ما ثابت میکنیم که ملی ها عاشقان ایران هستن و پای ایران و پرچم ایران و نام ایران میسیم. ولی مشعاری که خواهیم داد به زودی استقرار حاکمیت ملی است. در استقرار حاکمیت ملی است که استبداد به هر نوع و به هر شکل حذف میشه. در استقرار حاکمیت ملی است که آزادی فردی و اجتماعی و استقلال و عدالت اجتماعی و تأمین میشه. امروز متاسفانه به قول فریدون مشیری میبینیم، مشاهده میکنیم که صحبت از پژمردن یک گل نیست. جنگل را دارن بیابان میکنن، آرزوها داره میمیره، آینده ها داره تباه میشه. 84 نفر از جوانان ما در المپیاد دانش و علم برنده شدن، جون 2 نفرشون در ایران، بقیه ایران ترک کردن، اون 2 نفرم در زندان هست. بنابراین ما با شعار استقرار حاکمیت ملی به نام ایران و زیر پرچم ایران جمع خواهیم شد برای استقرار، برای شکوفای آرمان آزادی، استقلال و هم عدالت اجتماعی. و طبیعتا باید توجه بشه به نیاز اجتماعی و اقتصادی مردم در داخل ایران. اولین وظیفه دولت آینده رفع این نیازها و پایان دادن به این فقر و بدبختی است که دامنگیر ملت شد. ما امیدوارم برسیم به اونجایی که دولت آیندهی وجود داشته باشه. عیسی خان عزیز، شما وقتی مشاهده شما قول میدم خواهیم رسید و همه ما شاهد پیروزی ملت ایران خواهیم. من به ملت ایران قول میدم، من قول میدم ایران پیروز میشه، اونا هم قول بدن همبسته میشن. بله آیه عیسی خان عزیز، وقتی مشاهده میکنیم رئیس جمهوری مملکت، حالا قلابی تعیینش کردن کاری ندارم سابقه است چی، ایشون وارد مسکو میشه با اون وضع حقارت‌آمیز که آدم واقعا شرم میکنه، که بعد وزیر خارجه و آقای جلالی سفیر در مسکو و سخنگوی دولت در تهران باید 4 ساعت توجیه کنن که آقا مهم این بود که ایشون تو کرملین نماز خوند، آدامس جویدن پوتین مهم نبود، و تازه ما خواستیم میز اینقدر دراز باشه. واقعا چه احساسی میکنید؟ اون ایرانی که اون عظمت رو داشت، وقتی دکتر مصدق به سازمان ملل رفت، رئیس جمهوری آمریکا، وزیر خارجه، در بازگشت در مصر ملت مصر چه کار کرد برات، در لاهه چه جور بود. و
واقعا اینا رو که میبینی، شاه فقید وقتی به مسکو رفت، برژنوف، کاسیگین، آقای گرومیکو، آقای آندروپوف، پادگورنی، اینا همه تو فرودگاه بودن. اون وقت این آقا میره و واقعا چه احساسی داشتی اینو دیدی؟ من خدمت شما باید بگم ببینید، ما باید وضعیت داخلی ایران رو در نظر بگیریم. با یک حکومتی روبرو هستیم که غرق در فساده. رئیس جمهور همین روز پنجشنبه هفته بهمن ماه در نامه 460 نفر از حقوقدانان به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نامه نوشتند خواهان رسیدگی به وضع رئیس جمهور ما شدند. یعنی رئیس جمهور کشور ما از لحاظ حقوق بین الملل مورد تعقیبه. ما باید واقعیت ها رو قبول کنیم. کشور روسیه با توجه به شرایط خودش، با توجه به منافع خودش تصمیم میگیره. جمهوری اسلامی ذهنیتی داره عقب افتاده، فکر میکنه که روسیه میتونه در مقابل غرب ازش حمایت کنه و خودشو به روسیه چسبانده. ما دیدیم دو برخورد، هم با قالیباف به عنوان رئیس مجلس، هم با رئیس جمهور، خب چقدر برخورد سخت و توهین‌آمیزی انجام شده. خب حکومتی که مردم پشتش نیستن، حکومتی که فاسده، حکومتی که در وین با جامعه بین المللی درگیره، حکومتی که اقتصاد شکوفای منطقه خاورمیانه رو به بدترین اقتصاد منطقه تبدیل کرده. خب شما دوست داریم کشورهای خارجی با این حکومت برخورد خوبی داشته باشه؟ من به نظر من، ما ملت ایران ملت بزرگی بوده. ما در قرن 19 هم جز 5 کشور مستقل آسیا و آفریقا بودیم. بله. ما جز 51 کشور مؤسس سازمان ملل متحد بودیم. بله. امروز ما میبینیم جز اون 5 کشور، از اون 5 کشور 55 کشور در اتحادیه آفریقا هستن. 22 کشور اتحادیه عرب اون موقع نبودن، ما بودیم. ما امروز جمهوری اسلامی، شما بگین آقای رئیس جمهور رفته مسکو، آقا مسکو برخوردش توهین‌آمیزه. چرا؟ چون مسکو نمیخواد به خاطر اینا هزینه بده. مسکو نمیخواد جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کنه. این سیاست رسمی مسکوه. در تمام قطعنامه های بر علیه جمهوری اسلامی رای داده. جمهوری اسلامی حکومتی، من همه الان خدمت شما عرض کنم، ما شخصیت های بزرگی داشتیم مثل مشاور ممالک انصاری، مثل آقای قوام السلطنه، مثل مصدق، ما این بزرگان رو داشتیم. امروز آرزوی منه که یک شخصیتی در حد امیرخان متقی داشته باشیم. ما میبینیم برخورد طالبان با سازمان های بین المللی از برخورد ما متین تره. امیرخان متقی میره در اسلو با نماینده آمریکا صحبت میکنه. در ایران بابا مذاکره دیپلماسی ایراد نیست. دو تا کشور که با هم میجنگن هم با هم مذاکره میکنن. ما میبینیم در وین این بچه ها دارن در سیاست خارجی در آینده 100 میلیون انسان رسیدگی میکنن. این حکومت امروز ما رو به جای رسونده که همه فضاها رو بسته، همه راه ها رو بسته، به تمام ملت رو به زندگی روزمره محتاج کرده. این حکومت با این شرایط، شما دوست دارین کشورهای خارجی از جمله روسیه با اینها برخورد خوبی داشته باشن؟ من به این باور هستم جمهوری اسلامی با آخر خط رسیده. بس. جمهوری اسلامی اگر اجازه بده به سازمانهای سیاسی و این سازمانهای سیاسی بتونن مردم ناراضی که به نظر من از 80% هم بیشتر هستن، سازمان پیدا کنن، این حکومت هیچ حرفی برای گفتن نداره. جمهوری اسلامی از نظر من کارش تمامه. ملت ایران فقط فقط فرصت میخواد. خیلی جالبه، دو نفر
با سابقه جبهه ملی، با دلبستگی و آرمان ها بر این باورن که نظام در آخرین نقطه، آخرین پله است که چیزی برای سقوطش نمونه. حالا من سوالم از آقای مهندس کردستانی، یه قرارداد 25 ساله به چین دادن، یه 20 سالم دارن به روسا میدن. مردم ما در این شرایط چه مسئولیتی دارن که نگذارن؟ من اسمشو گذاشتم مسکو چای پکن چای، یعنی این ترکمن چای. مردم چه مسئولیتی دارن که در برابر این باید اقدام کنن؟ آخه شما نمیتونین، کشور دارن میفروشن خیلی راحت، 25 سالشو دارن. بعد قراردادهای بین المللی متاسفانه چیزایش گریبان ما رو میگیره. ببینید این رژیم وقتی گروگانگیری کرد و سفارت آمریکا رو گرفت، میلیاردها دلار از کیسه ملت تقدیم به آمریکایی‌ها کرد. من یادم یکی از دوستان من وکیل بود، جزو این وکلای رژیم، برای من تعریف کرد، گفت یه نفر خونه‌شو به یه مهندس کوکاکولا اجاره داده بوده که آمریکایی بوده. طرف اومده گفته من اجاره خونه‌مو برای 5 سال جلو دادم، این همه وسایل خریدم، خلاصه یه صورت حساب یه میلیون دلاری گذاشته اونجا و گرفته رفته. دیگه هر کی تو عالم آدم بود اومد اونجا ادعای خسارت کرد. خب من میگم فردا ما چه کار خواهیم کرد؟ آقای کردستانی چه پیامی داری برای مردم الان که در برابر این سنت‌های خیانت‌آمیز چه باید بکنه؟ ببینید متاسفانه تا جمهوری اسلامی هست و در نقطه ضعف قرار گرفته و پایگاه مردمی نداره، برای بقای خودش اصلا جمهوری اسلامی باید برگردانیم به رهبرش، برای بقای خودش، برای که یک چند تبعی بیشتر در قدرت باقی بشه، حاضر ایران رو به معرض فروش بذاره و گذاشته. و حتی ایش در آینده بعید نیست یه روزی بریم بعضی از استان‌ها رو مثلا به طالبان ببخشه. ولی از دید من مشکل من، یعنی مشکل ملت ایران که من فردی از مردم ایران هستم، مشکل ما نه روسیه پوتینه نه چینه، مشکل ما جمهوری اسلامیه. اگر جمهوری اسلامی نبود و یک نظام مردمی در ایران بود، همچنین قرارداد ننگینی نمی‌بست. اما از دید من، چون من معتقدم که به زودی، البته ما یه نقطه ضعف داریم که اگر اونو برطرف کنیم به زودی ما حاکمیت ملی رو در ایران مستقر خواهیم کرد، اون ایجاد یک نیروی جانشین موجه و قابل قبول مردم ایرانه که متاسفانه به دلایلی که من صحبتش رو نمی کنم تشکیل نشده. بنابراین در آینده ایران که مردم بر سرنوشت خودشون حاکم میشن و دولت نماینده اراده مردم خواهد بود، من الان صراحتا اعلام میکنم که این قراردادها رو ما به رسمیت نخواهیم شناخت. همونطور لنین وقتی پیروز شد تمام قراردادهای تزار رو باطل کرد، همونطور که دوگل وقتی اومد در فرانسه مستقر شد تمام قراردادهای پتن رو با آلمان منتفی کرد، همونطوری که در هم خود چین در دورانی که با ژنرالیسم چایکاچک می‌جنگید و ژنرالیسم در نقطه ضعف بود و قراردادهای ننگینی با ژاپن استعمارگر منعقد کرده بود و ژاپن بخشی از سرزمین چین رو اشغال کرده بود، همون موقع ماو به نمایندگی از طرف مردم چین اعلام کرد که این قراردادهایی که چای کاچک بسته مورد قبول ملت چین نیست و به قدرت رسید همه رو باطل کرد. اما این که مهندس کردستانی چون تموم شده وقتمون، معذرت میخوام وقتمون تموم شد، یک دقیقه فقط وقت داریم، از عیسی خان خاتمی هم همین سوال میکنم، مردم چه واکنشی باید نشون بدن در برابر این قراردادها؟ مشکل مردم ایران آقای کردستانی درست فرمودند، مشکل ما روسیه نیست، مشکل ما چین نیست، مشکل ما جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی به خاطر بقای خودش، اینکه ماندگاری خودشو مدت بیشتری دوام بده، حاضر به همه کار هست، حاضر به فروش ایران هست. و من هم اینو من خدمت شما عرض کنم. بسیار ما وقتمون تموم شد.
دوستان عزیزم دوباره با هم صحبت خواهیم کرد و این بار میخوام بگم بهتون من بر آنم که جبهه ملی این تیکه پاره ها رو اینا کنار هم بشینم با هم حرف بزنم و این کار رو خواهیم کرد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق آقای مهندس هوشنگ کردستانی و عیسی خان حاتمی هر دو از عزیزان جبهه ملی تا دیدار بعدی شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم، عاشق ایران. بدرود.